یه کمی ضبط کردن این ویدیو برای من سخته. دلیلش هم اینه که بعد از 3 سال کار کردن توی آلمان دیگه باید خداحافظی کنم. و درست شنیدید، و اگه میخواید بدونید دلیل این خداحافظی چیه، ادامه این ویدیو رو ببینید. اول از همه باید بهتون بگم که بچه حالا انقدرم ناراحت نشید. حالا جلوتر در رابطه باش مفصل حرف میزنیم. اما برای کسایی که منو نمیشناسن، من سیاوش قنبریم و این کانال یوتیوبم یه دریچه‌ای که با هم دیگه حرف بزنیم، هر از گاهی از برنامه‌نویسی بگم، از زندگی توی آلمان بگم و هر چیزی که برام پیش میاد رو با شما در میون بذارم. اگه ویدئوی قبلی کانال رو دیده باشید، میدونید که من توی شهر برلین زندگی میکنم و کارم برنامه‌نویسیه و ویزای کاری گرفتم، یعنی در حقیقت ویزای جاب سیکر گرفتم، اومدم اینجا و اینجا کار پیدا کردم. سال 2020 آگست 2020 مشغول به کار شدم و 3 ساله که مداوم توی یک شرکتی دارم کار میکنم. هر سالم به رسم این که 1 سال از زندگی کاری من گذشته توی آلمان، سعی کردم یه ویدیو بسازم و نظر خودم رو در رابطه با محیط کار آلمانی، کارفرمای آلمانی به شما توضیح بدم. یعنی بعد از 1 سال این ویدیو رو ساختم که لینکش تو دیسکریپشنه و بعد از سال بعدی، یعنی سال دومم، این ویدیو رو ساختم که واقعا نظراتم فرق کرد. پیشنهاد میکنم که این دو تا ویدیو رو حتما ببینید. اما توی این ویدیو میخوام به شما 2 تا موضوع رو بگم. موضوع اول، سنت شکنی نمیخوایم بکنیم و همون مقایسه بعد از 3 سال رو میخوام بگم، چون دقیقاً 3 سال شده که من دارم توی آلمان فعالیت میکنم. بخش دوم این ویدیو میخوام بهتون بگم که داستان خداحافظی من چیه. خب تو قسمت اول ویدیو ما 21 مورد که شباهت‌ها و تفاوت‌های محیط کاری آلمان و ایران هست رو برای شما میخوام بگم. بچه‌ها، مورد اول درس کد. اینجا مثل ایران برای خانوم ها درس کد خاصی در نظر نگرفتن. درس کد یعنی اینکه نوع پوششه که برای شما مشخص کنن. برای خانوم ها اجبار به مثلا حجاب که ما تو ایران داریم، اینجا نداریمش. یه سری شغل های خاص هستن که این شغل ها میطلبه که شما یه پوشش مناسب داشته باشید. مثلا کسی که داره تو بانک کار میکنه نمیتونه با شلوارک بره، نه اینکه جلوشو بگیرن، ولی خب قشنگ نیست. یا بعضی از شغل‌ها هستن که اون شغل‌ها باید لباس اون شغل رو شما بپوشید. اما در سایر موارد، مثل کار من که برنامه نویسیه، شما هیچ نوع پوشش درس کد خاصی ندارید. مسئله بعدی بچه، جنسیت، هویت جنسی و گرایش جنسی. این دوتا مسئله است که به دلیل تفاوت گرایش جنسی شما، شما رو کنار نمیذارن و با شما قرارداد میبندن. نمیگن شما چرا این هویت جنسی متفاوت نسبت به اکثریت جامعه داری، این هویت جنسی متفاوت شما باعث نمیشه که شما از امکانات محیط کار آلمان محروم بشی. خب این یکی از تفاوت‌هایی بود. یعنی مورد اول و دوم به نظر من تفاوتی بود که بین ایران و آلمان ما داریم. مسئله بعدی دین هست. یا وقتی شما داری استخدام میشی توی یک محیط کاری آلمانی، معمولاً شما از شما دینتون رو نمیپرسن، یعنی حق ندارند که بپرسن، یک چیز کاملا شخصیه و معمولاً شرکت‌ها هم وارد این حوزه دین نمیشن. یعنی حتی جشن‌های دینی رو هم اگه جشن باشه معمولاً حالا شاید بگیرن، اونم شرکت‌های خیلی بزرگ، اما سعی میکنن که مسائل دینی رو وارد شرکتشون نکن. البته که برای رمضان و اینا جشن میگیرن شرکت‌های بزرگ. در رابطه با معلولیت، اینجا خیلی به کسایی که دچار ناتوانی جسمی هستند این فرصت رو میدن که بیان و تو بازار کار مشغول به کار بشن. نه تنها فرصت برابر میدن بچه‌ها، بلکه امتیازاتی هم به افراد معلول میدن. این به این معنیه که بسیار از شرکت‌ها یه بودجه‌های خاصی رو گذاشتن که فقط افراد ناتوان رو جذب کنن. با این کار به دولت نشون میدن که اینها دارن برابری بین کارمندان رو اپلای میکنن. این یک تفاوت خیلی زیاد بود. من یادمه که، البته نمیخوام اسم بیارم، توی یکی از مجموعه هایی که من بودم یه برنامه نویسی اومده بود و با عصا اومده بود، یعنی با دو طرف دستش عصا بود و اومده بود تو مجموعه، و ما یه مدیری داشتیم که گفت این چجوری میخواد بیاد بره، این دردسر درست میکنه و بهتره که استخدامش نکنه. و از این موارد ما اینجا نداریم. مسئله بعدی بچه، فشار کاری هست. فشار کاری که من یادم توی ایران تحمل میکردیم خیلی زیاد بود از طرف کارفرما، اما اینجا این فشار کاری به مراتب کمتره. من نمیگم وجود نداره، بستگی به شغلش امکان داره شما فشار کاری خیلی زیادی هم داشته باشی. مثلا اگه شغل پرستاری رو، چون من پرستار نیستم، اگه از پرستار بپرسی شاید به شما اینو بگه، اما
اگه انصاف رو بذاریم وسط، احتمالاً پرستاری در ایران هم به همون سختی هست. ولی شغل‌هایی مثل برنامه‌نویسی، من یادمه که توی ایران خیلی فشار کاری زیادی روم بود، اما اینجا اون فشار کاری رو من تحمل نمی‌کنم. برای همین میتونم بگم فشار کاری اینجا بسیار کمتر از ایرانه. نکته بعدی که باید بهتون بگم مرخصی هست. مرخصی گرفتن اینجا بسیار راحت‌تر از ایرانه. تا جایی که من یادمه، مثلا مرخصی های پیوسته ما میتونیم بگیریم، یعنی یه هفته، دو هفته، سه هفته بریم مرخصی. یادمه تو ایران اگه کسی میخواست دو هفته سه هفته مرخصی بگیره باید خداحافظی میکرد با مجموعه. اگه اینجا شما مریض بشی برای یک روز و دو روز حتی گواهی پزشک هم لازم نداری. من خودم دو تا عمل جراحی سنگین انجام دادم اینجا توی دو سال گذشته، هفته ها فقط مرخصی درمانی داشتم، غیر از اون چندین هفته مرخصی در حقیقت سفر و اینا هم گرفتم. باید بهتون بگم تو بحث مرخصی ها، شرکت ها غیر از این که اون مرخصی استاندارد که در آلمان 25 روز هست رو به شما میدن، برای اینکه در حقیقت با همدیگه رقابت کنن تا شما رو جذب کنن، اون رو بیشتر میکنن. خیلی وقتا 28 روز 30 روز یا 32 روز به شما مرخصی میدن، یعنی تو پکیج استخدامشون این تعداد روز هست. و علاوه بر اون خیلی ها مثلا میگن 10 روز ما به شما مرخصی میدیم با نصف حقوق، یا 10 روز به شما مرخصی اضافه میدیم بدون حقوق. اینا هم جزء پکیجی هست که موقع قرارداد بستن به شما آفر میدن. قراردادها نکته هفتم هست که باید بهتون بگم. اینجا دائمه، یعنی مثل ایران نیست که یه قرارداد یه ماه، سه ماه، شش ماه، یه سال، سه ساله ببندن. اینجا یک دوره آزمایشی دارن، این دوره آزمایشی معمولا 6 ماهه. بعد از اتمام این دوره آزمایشی شما وارد اون دوره آنلیمیت، یعنی بی نهایت میشی. خودشون میگن اومبفریست. این یک امنیت شغلی برای من کارمند و بر شما میاره. نکته بعدی اداره کار هست. اداره کار اینجا شدیداً طرف کارگر و کارمند هست. همین الان دارم خبرها رو میبینم که بازنشسته‌ها تو ایران تجمع میکنن، دنبال حق و حقوقشون هستن. یا نه فقط بازنشسته، کارگرها توی کارخونه ها حقوقشون رو نگرفتن 6 ماه یه سال و کسی هم پاسخگو نیست، اما اینجا به این صورت نیست و اداره کار شدیداً پشت شماست. پول از حلقوم اون شرکت میکشه بیرون، از حلقوم اون کارخونه میکشه بیرون. حتی اگه کارخونه ورشکسته شده باشه به جای اونها به شما پول میده. و باید بگم که تو دوره کرونا خیلی از شرکت ها توانایی دادن حقوق کارمندا رو نداشتن و اینجا بود که دولت اومد وسط و اداره کار بخش زیادی از این حقوق رو تقبل کرد. قبل اینکه برم سراغ نکته نهم، بچه‌ها این ویدیو خیلی شاید انرژی زیادی نداشته باشه اما اینفورمیتیوه و مطمئنم که به کارتون خواهد اومد. پس بر همین این ویدیو رو لایک کنید که منو خوشحال کنید. قول میدم که ویدیوهای بعدی با انرژی بیشتری باشه و منم از این لایک های شما انرژی میگیرم. نکته نهم بچه‌ها نکته‌ای هست که در رابطه با ناتیس پریود هست. اون دوره‌ای که شما به شرکت اطلاع میدی که می‌خوای ازشون جدا بشی، یا از اون ور شرکت به شما اطلاع میده که دیگه نمیخواد با شما همکاری کنه. ناتیس پریود به طور معمول توی آلمان 3 ماهه و این خیلی خوبه، چون من یادم تو ایران 1 ماه بود. یعنی اگه شرکت دیگه نمیخواست با شما همکاری کنه 1 ماه حقوق شما رو میداد، اما اینجا این 3 ماهه و خیلی شرکت ها هم بازم از شما تو 3 ماه آخر کار خاصی نمیخوان، حقوق هم به شما میدن و شما فرصت دارید تا کار بعدیتون رو پیدا کنید. نکته دهم افزایش حقوقه. اینجا متاسفانه ما افزایش حقوق به اون معنی که توی ایران داشتیم نداریم. نمیان یهو 30% 40% حقوقتون رو افزایش بدن، یا حتی 10-15%. خیلی بخوان افزایش حقوق داشته باشن 3% 4%. بعضی از شرکت ها خیلی نادر هست که اینا دوبار در سال میان افزایش حقوق 1.5 یا 2% دارن و اونم بر اساس یه سری KPI میان این کارو انجام میدن، یه سری شاخص ها این کارو میکنن. حالا اگه شما بخوای افزایش حقوق داشته باشی باید چیکار کنی؟ منطقا باید شرکت تو عوض کنی، یعنی از این شرکت بری شرکت دیگه تا بتونی یک حقوق بیشتری رو درخواست بدی. دلیل این افزایش ندادن حقوق هم بچه تورمه. وقتی تورم پایینه منطقا افزایش حقوق هم نباید وجود داشته باشه. نکته 11 سفته. یادمه تو ایران هر شرکتی که میخواستم برام کار کنم ازم سفته میگرفت. حالا اون اوایل که من کارم شروع کرده بودم سفته خیلی کم بود، چون من تقریبا 16 سال پیش کارم شروع کردم. 500 هزار تومن سفته بود که داده بودم، اولین سفته بود که دادم. ولی آخرین سفته‌ای که من توی ایران دادم 65 میلیون بود. یادم که یه سری سفته‌ام
نگرفتم. الان واقعا نمیدونم همشو گرفتم یا نه. اما اینجا کسی از شما سفته یا ضمانت اینطوری نمیگیره و در عوض با شما یک قرارداد عدم افشای اطلاعات میبندن که بهش میگن NDA. مخصوصا اگه تو حوزه تک شما بخوای کار کنی این رو با شما میبندن. به نظرم خیلی هم منطقی تره. چیزی رو لو نده، خرابکاری نکن، بلا آسیب به شرکت نزن. از اونورم نیاز نیست که تعهد اونچنان سنگینی بدیم. نکته 12 داستان سراییه. من نتونستم یه تاپیک خوب برای این پیدا کنم، یعنی تحتی عنوان به شما بگم، ولی میدونم که دراما کوینن این کسایی که تو ایران کار میکردیم، تو سیستم مدیریتی ایران مسائل رو پیچیده میکردن. یعنی مدیران ایرانی، ما مدیران ایرانی اینجوری بگم بهتره، اگه منم میموندم خب میشدم یک مدیر ایرانی، مسائل رو خیلی پیچیده میکردن. اما توی اینجا اینطوره که اگه بخوان شما رو اخراج کنن خیلی راحت اخراج میکنن، خیلی رک به شما میگن. اگه احساس کنن شما یک مشکلی داری، پرفورمنس خوبی نداری، خیلی راحت بهتون میگن ما اون انتظار ما رو برآورده نمی‌کنیم. اما توی ایران یه شرکتایی که ما کار می‌کردیم یه پیچیدگی‌های عجیب و غریبی رو مثلا اپلای می‌کردن، از مدیر عامل مثلا حرف می‌پیچید تا می‌رسید به کارمند. خوشبختانه اینو اینجا نداریم. البته من نمیگم خیلی محیط کاری آلمان تو بخش ارتباطاتش سالمه، منتها میخوام بگم که اگه قرار حرفی رو به شما بزنن خیلی دایرکت و مستقیم بهتون میگن. نکته 13 بچه‌ها زبان هست. توی ایران یادمه که تقریبا 99% شرکت ها زبان معیار خودمون، زبان فارسی رو برای ارتباط استفاده می کردیم و فکر می کنم الان هم همینطوره. اگه نیست برای من بنویسید تو کامنت ها. توی آلمان بستگی به اینکه شما تو چه دامینی، تو چه حوزه کار می کنی این متفاوته. مثلا توی یه سری از دامین ها هست که فقط آلمانیه، بعضیشون انگلیسیه. هستن شرکت هایی که فرانسوی هم به خاطر اینکه کارمند زیاد دارن یا تو اون تیم خاص فرانسوی دارن، فرانسوی هم حرف می زنن. و من تا یه تیمی میشناسم که اینا خیلی از اسپانیا اومدن و اسپانیایی حرف میزنن، چون تعداد کسایی که اسپانیایی از پرتغال و از مکزیک میان اینا زبانشون یکسانه. این خیلی جالبه دیگه. شما فرض کنید تو همین ایران خودمون شرکتایی باشن که به زبان فارسی با هم حرف نزنن. نکته بعدی بچه سن هست که میخوام بهتون بگم. در رابطه با سن قانونی ندارن که اگه شما سنت شد 50 سال یا 60 سال به شما دیگه کار ندن. قانون اینجا پشت شما وایساده. من اتفاقا در رابطه با این قضیه یه ویدیو ساختم که در رابطه با اینکه آیا میشه در سن بالا برنامه نویسی رو شروع کرد و اگه من برنامه نویسی رو یاد بگیرم و توی آلمان بخوام کار کنم تو سن بالا این فرصت رو دارم یا نه. این ویدیوش هم اینجا میذارم ببینید، لینکش تو دیسکریپشن هست. منتها قانون پشت شماست، اما شاید شرکت هایی باشن که ترجیح بدن که نیروی جوان تر بگیرن. این ترجیح رو میتونن انجام بدن، ولی به شما نمیگم به دلیل سن ما شما رو قبول نمی کنیم، به یه دلیل دیگه میگم، مثلا ما یه کاندیدای بهتر پیدا کردیم. نکته 15 اظهارنامه مالیاتی هست. اگه من اطلاعاتم اشتباه هست بچه ها من رو کارکتم کنید، ولی تا جایی که من یادمه، من 11 سال تو ایران کار کردم، ما یه بخش از حقوقمون رو میدادیم برای مالیات که البته نمیدونیم این مالیات کجا خرج میشد، ولی میدادیم برای مالیات و هیچ مقداری از اون مالیات رو نمیتونستیم پس بگیریم. یعنی به عنوان کارمند نمیتونستیم پس بگیریم، شاید شرکت میتونست این کارو بکنه. ولی اینجا شما مالیات میدی، مالیات آلمان بالا هم هست، اما میتونی مالیاتت رو پس بدی یا بخشی از مالیاتت رو پس بگیری، بخشی که هزینه کردی برای خودت، مثلا یک دوره‌ای گذروندی که برای کارت مناسب بوده، زبان یاد گرفتی برای کارت مناسب بوده، یا اکویپمنت تجهیزات خریدی برای کارت مناسب بوده. یه ویدیو در رابطه با چطور پس گرفتن مالیات هم من ساختم که من 4000 یورو تو سال اولی که کار کردم پس گرفتم. این ویدیو رو هم ببینید، خالی از لطف نیست. این تفاوتی بود که من بین ایران و آلمان دیدم. نکته بعدی، نکته 16 قرارداد هست. من یادم تو ایران ما دو مدل قرارداد داشتیم، قرارداد رسمی یعنی قرارداد اصلی و یه قرارداد اداره کاری. اینو برای این می‌بستن که بیمه و مالیات کمتری بدن شرکت ها، ولی در نهایت به ضرر کارمند هم میشد. دلیلش این بود که زمانی که این کارمند می‌خواست از شرکت جدا بشه، قانون میگفت خب قراردادت اینه دیگه، طبق قانون سنواتت این میشه و حق و حقوقت این است. اما از اون طرف شرکت سود میکرد چون مبلغ مالیات کمتری رو پرداخت میکرد. اینجا از این داستانا نداریم، یعنی از این زیرا بی رفتن ها نداریم و این خوبه برای کارمندا. درسته که مالیات بیشتری میدن، اما امنیت دارن، نمیتونن فردا حق و حقوقشون رو بخورن. نکته بعدی، نکته 17 اگه یادتون باشه یک کمی قبلتر گفتم اینجا هم کاملا سالم نیست. اینجا هم تو محیط کاریشون زیراب زدن متاسفانه دارن. من فکر کنم این اصلا کالچر مربوط به کالچر آلمان و ایران نیست، همه جای دنیا هست. یعنی همه جای دنیا توی محیط کاریشون
امکان داره که یه کارمندی بخواد زیرا به شما رو بزنه تو دوست خودش رو بیاره یا مجموعه خودش رو نتورک خودش رو اونجا ترتیب بده. خواستم بگم که این هم جزء شباهت‌های ایران و آلمانه. هستن شرکت‌هایی که تو همین ایران، تو همین آلمان این سم رو، این مسمومیت رو کمتر دارن. حسن شرکت‌هایی که خیلی زیادتر دارن. مسئله بعدی بچه‌ها، عکاسی و فیلم برداری ممنوعه. گید یعنی چی؟ من یادم تو ایران ما خیلی مثلا ایونت می‌ذاشتیم، خیلی مثلا دور همه غذا درست می‌کردیم تو شرکت. تو شرکت‌های مختلف بچه‌ها من کار کردم. وقتی من میگم تو ایران تو یه شرکت کار نکردم. من تو 7-8 شرکت کار کردم. هر کدومم چند سال کار کردم. غالب اتفاقشون اینطور بوده که یه محیط دوستانه‌ای بود و ما عکس میگرفتیم، فیلم میگرفتیم، با هم اینور اونور بیرون میرفتیم. نه فقط در ایونت ها، بلکه حالت عادی هم شاید مثلا عکس و فیلم میگرفت. اما اینجا به خاطر مسئله دیتا پرایویسی که البته من نمیگم خوب یا بده، که خودشون میگن دات ان شوت، شما قبل از اینکه بخوای از کسی یا چیزی عکس و فیلم بگیری باید اجازه بگی. یعنی حتی تو ایونت ها هم از قبل به کارمندا میگن که آیا شما میخواهید که توی عکس و فیلم باشید یا نه. اگه نمیخواید که باید پس از عکس و فیلم بیایید بیرون یا به ما بگید که ما شما رو شطرنجی کنیم یا یک بلای سر اون فوتیج بیارید. اینم تفاوت بین ایران و آلمان تو بحث محیط کاری بود. نکته بعدی پیشرفت شغلی هست که نکته 19 همه میخوام بهتون بگم. تو بحث پیشرفت شغلی اگه اینجا توی یه شرکت مید لیول باشی یا یه کمی بزرگتر، میتونی این امیدو داشته باشی که بعد از مثلا 3-4 سال کار کردن قشنگ یه رتبه بیای بالاتر. یعنی اگه سنیور دیولوپر هستی بشی مثلا لید دیولوپر، استاف دیولوپر، پرینسیپل و همینطور میتونی بری تو بخش مدیریت. منتها تو ایران نمیخوام بگم شرکت ها این فرصت رو به شما نمیدادن، بلکه به خاطر اینکه ثبات اقتصادی وجود نداشت شرکت زود منحل میشد یا نیروه از اون شرکت خداحافظی میکرد و همین این شانس وجود نداشت که بتونه رشد کاری، کریر گروث رو داشته باشه. یعنی میتونه مثلا پوزیشن های بهتری رو کسب کنه. یه کارمند توی اون مجموعه خاص، قطعا از اون مجموعه بری بیاد بیرون بره توی مجموعه دیگه احتمال داره که این کارو بکنه. اینم تفاوت بین ایران و آلمان هست. البته گفتم دلیلش ثبات اقتصادی شرکت ها هست. نکته بعدی که نکته 20 هست بچه ها، دسترسی به بازارهای بین المللیه. اینجا وقتی شما کار میکنی خیلی از شرکت ها شرکت های آلمانی نیستن، یعنی شرکت هایی که آمریکایی ان، انگلیسی ان، از کشورهای دیگه از همسایه اومدن و اینجا هم آفیس زدن. و شما میتونید برای شرکت مثلا فرانسوی مثل دکتر لیب کار کنی یا مثلا برای شرکتی که برای لیتوانی هست و اما دفتر تو برلین داره کار کنی و این فرصت رو داری که با آدم‌های متفاوت، با زبون‌های متفاوت، با فرهنگ‌های متفاوت کار کنی و این خیلی تجربه خوبیه. یعنی از همدیگه چیز یاد می‌گیرید. متأسفانه این فرصت ما تو ایران نداشتیم. نکته 21 کار ریموت هست. کم کم بعد از کرونا باب شده همه جای دنیا، حتی تو ایران هم فکر میکنم این خیلی بابتر شده، یعنی رایج شده که ملت بتونه ریموت کار کنن. اما اینجا در مقایسه با ایران این قضیه خیلی زیاده. حالا بهتون بگم شرکت های خیلی نوپا، اگه خیلی شرکت نوپا باشه و خیلی کوچیک باشه، یعنی 6 ماه یه سال شرکت باشه، یه استارتاپ خیلی کوچیک باشه، ترجیح میدن که حضوری باشه. اما اگه شرکت یک کمی بزرگتر بشه آپشن ریموت رو به شما میدن. از اون ور اگه شرکت خیلی هم بزرگ باشه ترجیح میدن که یا حضوری باشه یا هایبرید باشه، یعنی مثلا هفته یه بار یا ماهی یه بار شما بری سر کار. تمام چیزایی که گفتم مربوط به حوزه تک هست. من در رابطه با مکانیکی و لوله کشی و این حرف نمیزنم، خب اونایی که حضوری ان قطعا. بچه‌ها این قسمت اول ویدیو بود که در حقیقت من 21 مورد رو به شما گفتم، از این لیستم خوندم که چیزی رو از قلم نندازم. امیدوارم که لذت برده باشید. حالا نکته بعدی میرسیم به اون بحث خداحافظی. خودم هم یک کمی حسم بهتر شد، 21 مورد رو گفتم، لبخند اومد رو لبام یک کمی. داستان خداحافظی چیه؟ من آگست 2020 وارد شرکتمون شدم. اسم شرکتمون هست بچه‌ها Trade Machines، که ما در حقیقت یک ایبی هستیم. یعنی خودمون چیزی رو نمیفروشیم، اما یک پلتفرم ایجاد کردیم که شرکت‌ها و کارخونه‌ها و افرادی که ماشین‌های سنگین صنعتی دست دوم دارن بیان توی پلتفرم ما بذارن برای فروش و ما به ازای فروخته شدن هر کدومشون به ازای هر کانورژن یک پولی میگیریم. منتها این شرکت سال 2013 تقریبا 10 سال پیش تأسیس شد. اگه شما با این بحث استارتاپ این آشنا باشید میدونید که خیلی از استارتاپ ها تا سالهای سال سوددهی ندارن. کشفلو دارن ولی سوددهی ندارن. شرکت ما هم همینطور بود، یعنی سوددهی نداشت اصلا، میخواستم بگم زیاد اما کلا نداشت
درآمد داشت اما هزینه هاش بیشتر از درآمدش بود. متاسفانه دو هفته پیش این خبر رو به من دادن که نه فقط به من، یعنی در کمپانی رتروی که ما داشتیم اومدن توضیح دادن که وضعیت شرکت اصلا خوب نیست و احتمالاً اینوستور شرکت دیگه نخواد تزریق کنه هزینه رو، یعنی پولی رو، و اگه ما نتونیم تا 10 روز دیگه 12 روز دیگه اینطورا بفروشیم به یک اینوستور جدید احتمالاً شرکت رو ببندم. من ناراحتم، نه به خاطر اینکه دارم کارم از دست میدم، به هر حال من 16 سال سابقه کار دارم، با زبانهای مختلف برنامه‌نویسی کار کردم و به راحتی میتونم کار پیدا کنم، اما من هم تیمیامو دوست داشتم. دلیلی که این 3 سالم جدا نشدم همین بود، یعنی این ناراحتی که من دارم به خاطر اینکه یه تیم خیلی خوب داشتیم و من خیلی چیز هم توی این تیم یاد گرفتم و این ناراحتم میکنه. حالا این ناراحتی چطور هندل میکنم تو این ویدیو واقعا دیگه نجاش هست، ولی بذارید یه مدت بگذره بهتون میگم. و از طرفی هم باید بگم که این نهایی نشده، یعنی این ویدیو که الان من دارم برای شما میگیرم تقریبا 5-6 روز دیگه به ما میگن، یعنی تو هفته بعد به ما میگن که وضعیت شرکت چی میشه. دوست دارم که با این شرکت ادامه بدم واقعیتش، به خاطر محیط خیلی خوبشون، کما اینکه من اینجا حقوق خیلی زیادی نمیگیرم، یعنی اگه از اینجا بیام بیرون ببرم پیش شرکت دیگه احتمالاً حقوق بسیار بیشتری رو میگیرم. این هفته خیلی اتفاقای زیادی برام میفته، توی این ویدیو جاش نیست که بگم، فقط بگم که من آخرین هفته هم تازه میخوام برم یه مسابقه دویدن دارم که مسافتش هم زیاد نیست، 5K. در رابطه با اونم یه ویدیو میسازم، حتما حرف میزنیم. اما اگر از دیدن این ویدیو لذت بردید نظرتون رو توی کامنت بنویسید. من اینجا دو تا ویدیو براتون میذارم که این دو تا ویدیو فکر میکنم مرتبط باشه با همین موضوع محیط کاری آلمان که به دردتون میخوره، و از این به بعد هم کامنت های خوب شما که فکر کنم به دل من میشینه و دوست دارم با بقیه بچه ها به اشتراک بذارم هم این وسط نشون میدم. تا ویدیو بعدی خداحافظ. تموم شد، گرفتیم حرفمون رو زدیم.